سلام در خدمت آقای محمد نادیپور هستم مدیر منطقه رایتل در حاشیه رویداد هوش مصنوعی اسفهان خیلی خوش اومدید تشکر از شما سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم در خدمت شما هستم خیلی ممنونم آقای نادیپور میخوام بدونم که چی شد که رایتل در این رویداد شرکت کرد و حضور پیدا کرد خواهش می‌کنم اولا که ممنون از تدارک همچین برنامه ایم خدمت شما عرض بکنم که در راستای نکاتی که رایتل دنبالش هست توی حوزه هوشمند سازی با توجه که زیر مجموعه مجموعه 60 هستیم پیرو تفاهم نامه هایی که ما با سازمان های زیر مجموعه 60 امضا کردیم بله. مقرر شده که به هر جهت رایتل در خصوص هوشمندسازی روندهای اجرایی و روندهای تولید و اتوماسیون سازمان های زیر مجموعه شهست اقدام بکنه در همین راستا با شرکت ها و کارخانجات بزرگی که داخل اسفان هست و زیر مجموعه شهست ها اصلا مذاکراتی شد صحبت هایی شد جلساتی برگزار شد در همین اسناد دیدیم که یک رویداد بسیار جذابی توی اسفان قرار هست برگزار بشه تو بله. زمینه زمینه هوشمندسازی طبیعتا وظیفه اصلی اپراتور بحث اپراتوری هست بحث بسترسازی هست و دارای ارزشمندی به اسم فرکانس رو در اختیار داره بله. که در کنار اون به واسطه برای هوشمندسازی نیاز هست که حالا به هر جهت شرکت های خلاق انسان های با انگیزه انسان های داره ایده رو در کنار خودش داشته باشه که بتونه اون رسالت اصلی خودش رو انشالله به درستی انجام بده خیلی هم عالی میخوام که یک توضیح بیشتری راجع به این هوشمندسازی و بحث 5G انجام بده بب. ببینید دنیا الان به سمت تکنولوژیک شدن در راستای هوشمندسازی داره پیش میره الان توی نمایشگاه اخیری که توی جی هم برگزار شد اگر دنبال کرده باشن بینندگان دیدن که اصلا روند دنیا داره واقعا عوض میشه روند تولید داره عوض میشه تولید خیلی ساده تر و پرتیراشتر داره میشه تمام اینها از مزیت هایی هستش که بحث ارتباطات در کنار هوشمندسازی داره به وجود میاره الان توی کشور ما اکثر بستر ارتباطی روی فورجی هستش و مقرر هستش که توی دورنمایی خیلی نزدیک بحث 5G لانچ بشه خب 5G اگر بخواد لانچ بشه با توجه امنیت بسیار بالا و سرعت بسیار زیادی که داره اول توی حوزه صنعت و اتوماسیون صنعتی کاربرد خودش رو به عرصه ظهور میذاره که بله. در کنار این بستر ارتباطی خیلی ارزنده ای که ایجاد میشه و اقداماتی که در راستای هوشمندسازی روند تولید و روند اتوماسیون کمپانیا صورت میگیره این باعث میشه که انشالله در راستای حرکت جهانی کشور ایران هم بتونه این حرکت رو داشته باشه خیلی هم عالی اگر صحبت پایانی دارین خیلی خوشحال میشیم که بشنویم خواهش میکنم من جا داره که تشکر بکنم از بنیاد ملی نخبگان اصفهان که یه همچین رویداد بزرگی رو برگزار کردن و چه شرکت های خلاق و پر انرژی داخل این رویداد شرکت کردن که انشالله بتونیم با مذاکراتی که صورت گرفته از همشهری های خودم که تو این رویداد شرکت کردن استفاده بکنیم و بتونیم جمع بکنیم همه این دوستان خلاق داخل مجموعه رایت و بتونیم یه خدمت خوبی رو به مجموعه ارائه بکنیم خیلی هم عالی باید. ممنونم که وقتتون رو در اختیار شما ما قرار گذاشتیم متشکرم